تاباوری یا رزیلینس یک چیزیه که من دربارهش زیاد شنیدم احتمالا اسمش به گوش شما هم خورده هم برای کسب و کار اسمش رو میشنویم هم به عنوان یک کیفیت شخصی توی این ویدیو میخوام اون چیزایی رو که از ست یاد گرفتم درباره تاباوری و تو ذهنم نشسته و به درد من خورده برای شما تعریف کنم من علی بندری این کانال یوتیوب بی پلاس هر کدوم این ویدیو رو اگه دوست داشتید اون لایک پایینش رو بزنید اگر که میخواهید به ما کمک کنید این واقعا کمک موثری زحمت خیلی زیادی هم برای شما نیست دم شما گرم ست کدین نویسنده ای معروفی کارش هم مارکتینگه ولی من به جز مارکتینگ کلی ازش چیز یاد گرفتم در کارم و در زندگی می کتاب هم ازش تعریف کردیم تو بی پلاس مهره حیاتی اپیزود 25 اینجا ولی درباره تاباوری میخوایم صحبت کنیم میگه که دنیا همیشه در حال تغییره شمایی که مثلا داری یه چیزی میسازی یه محصولی میسازی یه کسب و کاری میسازی خودتو داری میسازی میتونی ضد ضربش کنی این رو در برابر تغییرات آینده میشه اصلا چنین کاری کرد میشه بعضی وقتا میشه ولی خیلی گرونه هزینهش خیلی زیاده و لازمش هم تازه اینه که شما خیلی چیزا درباره آینده بدونی که معمولا نمیدونیم پس چه کار باید بکنیم؟ محصولمون، سازمانمون چه ویژگیایی باید داشته باشه که پس فردا که همه چی عوض شد ما مجبور نشیم بکوبیم از نو بسازیم. اون ویژگی که باید داشته باشیم یکیش حداقل رزیلینس، تاب‌آوریه. بتونیم در برابر تغییرات تاب بیاریم. این تاباوری یعنی اصلا باید تو طرز فکرمون باشه وقتی داریم فکر میکنیم وقتی داریم برنامه میریزیم برای بهترین شرایط برنامه ننویسیم به این فکر کنیم که اگر اون بسکی سناریو اتفاق نیفتاد اون موقع این سیستم چطوری کار میکنه حالا چه سیستمی که واسه کسب و کارمون داریم چه میگم سیستمی که برای خودمون داریم بالاخره هر کسی یه برنامه ای داره برای خودش دیگه برای نگهداری از خودش برای رشد خودش علکی که زندگی نمیکنیم که امیدوارم وقتی این برنامه رو داریم میریزیم یکی از ویژگی هایی که توی این برنامه توی این نقشه ها باید حواسمون بهش باشه اینه که در برابر شرایط بد چقدر تاباوری داریم اینو آدمایی هم که قبول ندارن معمولا به بهای گذاف و در اثر تجربه یاد میگیرن If something can go wrong, it will go wrong اگه اتفاق بدی بتونه بیفته محتمل باشه میفته ما چیکار باید بکنیم؟ برای اینکه این, این مفهوم تاباوری جا بیفته یه مثالی میزنه سد به نظر من خیلی جالبه میگه اینایی که میرن دریا میرن رو کشتی اینا خیلی وقتا دریا زده میشن من خودم یادم رفته بودم رو آب برای اولین بار شب هوا طوفانی شد و همه چی به هم ریخت و به ما هم گفته بودن ممکنه اینطوری بشه ولی خب به دریا رفته میداند مصیبت های طوفان رو ما دریا رفته نبودیم خیلی هم جدی نگرفته بودیم طوفان شد و بی تجربه ای که من باشم توی اون شرایط هی سعی میکردم به خودم تلقین کنم که این تکونا الان تموم میشه کشتی ثابت میشه این طوفان رد میشه اگه مثلا کسی رو میدیدم ازش میپرسیدم که چقدر مونده تموم بشه مثل این پدر ها هستن مثلا بچه میخوره زمین همش بهش میگن چیزی نیست چیزی نیست الان تموم میشه الان یادت میره منم اینطوری بودم به خودم میگفتم که الان تموم میشه یه خورده اینجا رو صفر نگهداری تموم میشه بعد دیدم که دریا دیده اینطوری فکر نمیکنه دریا نورد با تجربه پذیرفته که دریا آروم نیست دریا همینه برعکس من این که همش میگه من آروم میشه، الان آروم میشه، این نه، اصلا تا باوری همینجا شروع میشه که قبول کنیم که دریا طوفانیه، با خشکی فرق داره. قبول کنیم که شب تاریک میشه، تاریکی ناگزیره. گریزی ازش نیست ما باید برای تاریکی آماده باشیم یک چنین آگاهی ممکنه تجربه طوفان رو راحت ترم حتی نکنه ها ولی کسی که این رو بپذیره مسیرش در ادامه هموارتره چرا چون وقتی شما میخوای مثلا یه مکانیزمی بسازی و میخوای که این درست کار کنه یه راهش اینه که همه اجزایش هم دقیق طراحی شده باشن هم بعدا عالی و بینقص ساخته شده باشن که اینا همه چفت هم بشن درست سوار هم بشن با تولرانس های خیلی سخت و دقیق و سیستم تو عالی کار کنه این میشه یه راه دیگه ولی اینه که بپذیری که عالی نخواهد بود هیچ وقت قطعات تو با اون دقتی که تو گفتی ماشین نمیشن اون تولرانسی که گفتی به دست نمیاد یه مقدار خطا هست تو از اول سیستم تو مکانیزم تو یه طوری طراحی کنی که اگرم اینا همه عالی نبودن و دقیق نبودن که به احتمال خیلی زیاد نیستن بازم به هم خوب بخورن بازم مکانیزم تو خوب کار کنه اونی که دنبال رزیلینسه اونی که دنبال تاباوریه این دومی رو میخواد چرا؟ چون نگاهش فرق میکنه من اینکه که تاباوری برام مهم نیست من با نگاه به امروز میسازم محصولمو تویی که برات مهمه از قبل پذیرفتی که فردا مثل امروز نیست ما درباره فردا چیز زیادی نمیدونیم تنها چیزی که میدونیم اینه که مثل امروز نیست بر همین یه مهارتی باید یاد بگیریم که فردا هم که بازار کار عوض شد این مهارت به دردمون بخوره این زبان برنامه نویسی هم که از رونق افتاد این نرم افزاره هم که دیگه باهاش شغل پر درآمدی بهمون ندادن ندادند بازم ما دستمون پر باشه یا اینکه بتونه در زمان کمی دوباره پر بشه مثالش برای این چیزا اینه که بهترین چیزی که میتونیم یاد بگیریم اینه که چطوری بتونیم تندتر چیز یاد بگیریم تاباوری یعنی همین یعنی یه کاری کنیم که تغییرات برامون تهدید نباشن خیلی امروز عالی بودن اونقدی مهم نیست که دووم آوردن مهمه به خاطر اینکه اونی که امروز عالیه اون سایتی که امروز عالیه ممکنه یاهو باشه ده سال دیگه اصلا کسی اسمشم ندونه چیه ندونه اصلا چنین چیزی چی هست ولی کسی که مهارتاش رو تاباور بار آورده و گسترش داده موقع تغییرات چابکه و به موقع خودش رو سازگار میکنه چون شبکه رو درست کرده چون برنامه های پشتیبان داره چون حواسش به آوری بوده و هست این چیزی بود که من در تئوری یاد گرفتم از بلاگ ست کدین از پادکستش سخنرانیاش همه چی در عمل با این چی کار کردم اینطوری نه ببخشید مثلا یه استفاده ای که ازش کردم تو تعریف نگاه هم مثلا به کار پادکست و یوتیوب و اینا بود که وقتی داریم یه چیزی میسازیم دنبال این نباشیم که عالی و بینقص بسازیم وظیفه ما اصلا این نیست که پادکست عالی امسال رو بسازیم نه وظیفه ما اینه که یه طوری پادکست بسازیم که سال دیگه هم بتونیم بسازیم در شرایطی که الان اصلا نمیدونیم چه جور شرایطیه ولی ما از حالا یه طوری خودمون رو ببندیم و بچینیم که سال دیگه هم و سال بعدش هم و سال بعدش هم بتونیم بسازیم سیستممون اینطوری باشه برای وقتهایی که توی رقابت تنگا تنگ نیستیم وینر تیکس آل نباشه این استراتژی تاباوری رو من خیلی مؤثر و کمک کننده دیدم برای همینم گفتم اینجا توضیحش بدم امیدوارم به در شما هم بخوره به نظر خود من واقعا فارغ از اینه که شما کسب و کار داشته باشی یا یه کانال یوتیوب داشته باشی یا اینکه اصلا کسب و کارت خودت باشی ما هممون یه کسب و کاری داریم اونم خودمونیم یه پروژه داریم خودمونیم برای خودمونم بخوایم برنامه‌ریزی کنیم به این مفهوم تاباوری باشه من علی بندری این کانال یوتیوب بی پلاس